میکنم و تشکر میکنم از این دعوت. از مریم و اکبر خیلی خیلی سپاسگزار هستم برای هر حال زحمات این سالیانشون. من تازه به علت اینکه در یک مرکزی کار میکردم متوجه شدم که چقدر اینا کارشون سخت بوده و ما وقتی قرار میگیریم در جای مدرس، خب به نظرمون میاد که این کارا همه خیلی آسونه و من متوجه شدم چقدر سخت بوده و چه بار سنگینی رو کشتن. البته تیم جوانشون رو نمیشه نادیده گرفت، برای اینکه من هر وقت میرم دفتر توانا با یک تیم جوان روبرو میشم که میبینم که همگی حقیقتاً با نهایت شور و علاقه کار میکنم. ولی در مورد ورود خودم به این دنیا، به این دنیای مجازی، برای اینکه حرف بزنم با کسانی که من نمی‌بینمشون و نمی‌دیدمشون، دوست دارم چند کلمه اول بگم. روزی که قرار شد من حقوق زن تدریس کنم، باور کنید یکی از سخت‌ترین روزهای زندگی بود، برای که اولین باری بود که من باید با یه موجوداتی حرف می‌زدم که نمی‌دیدمشون و به یه شاگردهای درس می‌دادم که اصلا نمی‌دیدم، که حالا این شاگردها از حرفای من خوششون میاد، بدشون میاد، چجوری هم. واقعا خیلی برای من این دشوار بود و دائما هم یه بازی در می‌آوردم، یه بهانه‌ای می‌گرفتم که فرار کنم. تو خیلی سخت بود، به علاوه که به تکنولوژیش اصلا وارد نبودم. مثلا اینا میگفتن مثلا اینجا رو کلیک کن، من عصبانی میشدم، نمیفهمیدم باید چیکار کنم. در هر حال ورود من به فضای مجازی یکی از چالش های مهم من در تبعید بوده و هنوز هم هست، برای که من فکر میکنم یعنی چی من درس بدم به کسی که مثلا نمیبینمش و نمیفهمم مثلا از این درس خوشش میاد یا بدش میاد، داره اخ میکنه یا هر چیزی. همیشه هم با این یقین شروع کردم به درس دادن که جزو حاضران در جلسه که من نمیدیدمشون و نمیبینمشون، حتما برادران و خواهران اطلاعاتی ما هم هستن. بنابراین اینم خب اضافه میشود بر موضوع. ولی از اونجایی که ما در ایران زیاد حرف زده بودیم، در حتی مساجد و در هر حال تریبونایی که بعد از اصلاحات به ما دادن، جنبش دانشجویی به ما تریبونای خوبی داد، یکم این برام آسون بود. آسون بود که خب من دارم اصلا یه آدینس و یک حاضران اطلاعاتی وجود دارن که من دلم میخواد اونا رو هم آشنا کنم با مشکلاتمون، حالا بدون اینکه خیلی حساسیتاشون رو تحریک بکنم. در حال ازشون متشکرم که من وارد این چالش کردن، چون اگر اونا نبودن من را نیفتاده بودم تو این فضا. در حال وقتی که قرار شد حقوق زن رو من تدریس کنم از این طریق، به نظرم اومد که این موضوع موضوع خیلی لازمیه، هرچند که فکر میکردم در فضای مجازی چندان بردی نخواهد داشت و چندان تأثیری نخواهد داشت. حقیقتا اینجور فکر میکردم، برای اینکه خب ما عادت نداشتیم به این فضا، ما همیشه تو فضای واقعی حرف زده بودیم، کار کرده بودیم و کتابو میفهمیدیم، کتابو چند تا مثلا چند نفر خریدن، چند نفر خوندن، اینا رو میفهمیدیم، تلفن میزدن بهمون. به هر حال یه وقتی یکی انتقاد میکرد، یه وقتی یکی ستایش میکرد، همه اینا بود و همه اینا به ما انگیزه میداد که ادامه بدیم. ولی در این فضا دیگه هیچ کدوم از اونا نبود، هیچ کس جرئت نمیکرد از ایران به من زنگ بزنه یا به من ایمیل بزنه حتی، که فرض کن اینجوری اگه یه حرف بزنی بهتره، اگه اینا رو بیشتر بگی بهتره. و این مهمترین مانع و مشکل در این فضاست که ترس حاکمه، در این حال که میبینن پادکست ها رو مخصوصا میبینن و نه درست همزمان خیلی کمن کسانی که حضور دارن، ولی خوشبختانه این پادکست که
وجود داره امکان داده به من که بفهمم خب مثلا از چه موضوعی که من حرف زدم بیشتر زنانی که یا مردانی که شنوندش بودن استقبال کردن. خب یواش یواش کار به دستمون اومد که خب چجوری میتونیم از اون طرف خبر بشیم، که این خیلی خیلی موضوع مهمه. متکلم وحده بودن خب آسونه، ولی اینکه آدم بفهمه از اون طرف چه جور واکنشی وجود داره، به نظر من اون خیلی خیلی مهمتره. در حال من وقت زیادی ندارم، فقط این رو بگم که متاسفانه وضعیت حقوقی زنان در ایران نه فقط بهتر نشده و بلکه رو به بدتر شدنه، و این رو همه کسانی که قوانین ایران رو، طرح‌های ایران و لوایح ایران رو مجبور هستن به علت کارشون در این طرف جهان هم دنبال بکنن کاملا متوجه شدن. دور جدیدی در ایران آغاز شده که شاید میشه گفت که اعتماد به نفس اون کسانی که دارن هجوم رو بر ضد حقوق زنان زیاد میکنن بسیار بیش از اوائل انقلابه، و این برای من حیرت انگیزه. یعنی ما اون وقت فکر نمیکردیم بعد از 36 سال اینقدر اعتماد به نفس وجود داشته باشه برای اینکه طرح بدن علیه زنان، لایحه بدن علیه زنان، حرف بزنن تو مجلس علیه زنان. واقعا اینجوری نبود، با اینکه خب من 22 سال در ایران وکالت کردم. اینجا خوشبختانه خانم وکیل محترم و مبارزی وجود دارن، خانم مهناز پراکند که حتما ایشون رو میشناسین، برای خاطر بهبود وضعیت اون مملکت خیلی بها پرداختن. یک بار 5 سال زندان رو تحمل کردن و باری دیگر هم دیگه همون جنبش سبز که میشه گفت روز تولد شما بوده، روز گرفتاری های بسیاری از هموطنان ما بوده، از جمله خانم مهناز پراکند که کارهای حقوق بشری در ایران میکرده. در حال خواستم حضور ایشون رو اینجا اعلام کرده باشم. ما برای اینکه حقوق زن دست بدیم در حال حاضر خیلی مشکل داریم، برای اینکه حالا غیر از اینکه پر از جهات منفیه، خب بعضا مثبت هم وجود داره. هیچ وقت نمیشه گفت مجموعه قوانین کشوری همه دستور قتل میده، نه اینجوری نیست. موارد مثبت هم وجود داره و متاسفانه اون موارد مثبت اصلا اجرا نمیشه. یعنی ما دو تا مشکل داریم، یکی قانونه و یکی اجراست. یعنی هیچ کدوم از این دستگیری هایی که تو خیابونا انجام میشه به علت حجاب انجام میشه، یا این طرح حامیان از ناحیان از منکر و آمران به معروف، هیچ کدوم منشأ قانونی نداره. حتی اگه بخوایم همین قانون اساسی رو خیلی نخواهیم دقیق دربارش حرف بزنیم، چنین اجازه هایی نداره. به هر حال ما با یک دولتی که قانونمند نیست هم طرفیم، که قوانین خودش رو هم قبول نداره، همون رو که خودش تصویب کرده و میگه این منشأ اسلامی داره، حتی اونا رو هم اجرا نمیکنه. بنابراین بسیار مشکل تدریس حقوق زن و اینکه راه حلای آدم ارائه بده که این راه حل ها میانه باشه و به زنها مثلا توصیه بشه که خیلی خوب قانون هستون حمایت نمیکنه، بیاین شرط ضمن عقد بزنید. خب حالا شرط ضمن عقد 1000 جور مشکل فرهنگی داره برای اینکه اجرا بشه. خانواده داماد خوشش نمیاد، بعضی وقتا خانواده عروس خوشش نمیاد، و در هر حال چالش بسیار بزرگی، خیلی پیچیده است. ولی من فکر میکنم که نتیجه کار در دراز مدت برای مؤسساتی امثال توانا بسیار مثبت و درخشان خواهد بود، چون اطلاع پیدا میکنم که مخصوصا که از طریق ساتلایت هم خیلی ها داره پخش میشه، خیلی از این درس ها رو از طریق ساتلایت خیلی راحت تر میبینن. و این موضوعی که من لازم اینجا بگم، برای من تو فرودگاه ها زیاد رفت و آمد دارم و میبینم خیلی هایی که جزء مثلا نخبگان نیستن، روشن فکر نیستن، میبینم من میشناسن و میان سراغم، تعجب میکنم. بلکه میفهمم مثلا من 14 سال از اون کشور خارج شدم، کسی من به اون صورت نمیشناسه، ولی میان میگن مثلا تو توانا خوب بود. شما میگم شما توانا رو از کجا میدونید؟ چون میفهمم اینا کسی نیستن که رفته باشن و اون درس رو شنیده باشن. میگن نه از فلان مثلا کانال لس آنجلس. و خواستم بگم که
این خیلی خیلی تقویت میکنه اون عقیده ای رو که شما به خاطرش دارین کار میکنین و نباید دست کمش گرفت و نباید بهش کوچک نگاه کرد. در حال متشکرم و بیشتر هم بخش.